بسم الله الرحمن الرحیم دوستان گرانقدر با بخش اولی درس روز 18 برنامه کویک بوکس خوش آمدید. امروز ما شما در برنامه کویک بوکس روی اضافه کردن وندر یا وندرز در برنامه کویک بوکس کار میکنیم. در ریکاردهای قبلی ما روی اضافه کردن مشتری گپ زده بودیم. مشتری کسی که از ما اشیا را خریداری میکنه یا ما برای اونها سرویس پروواید میکنیم. وندر کسی است که ما از او اشیا را میگیریم. همیشه ما شما با وندر وقتی که چیزی را میگیریم یا در وندر لیست بیلنس وجود داشته باشه و او بیلنس مثبت باشه، او بیلنس بالای ما شما پیبل است و بیلنسی که در کستومر سنتر به شکل مثبت برای ما نشان میده او برای ما شما اکاونت ریسیویبل است. پس حالی میایم روی اضافه کردن وندر در برنامه کویک بوکس. از جای مختلف ما میتونیم که در برنامه کویک بوکس وندر را به شکل سنگل اضافه کنیم، یعنی یک دانه وندر اگر ما شما بخواهیم در برنامه کویک بوکس اضافه کنیم، هم میتونیم از امی جای از امی هوم پیج روی وندرز کلیک کنیم، مستقیم برای ما وندر سنتر باز میشه. از این قسمت ما میتونیم که روی نیو وندر کلیک کنیم و وندر در برنامه کویک بوکس اضافه کنیم. هم از طریق منوی وندرز میتونیم که روی وندر سنتر کلیک کنیم و باز بریم روی نیو وندر، وندر در برنامه کویک بوکس اضافه کنیم و به مو شکل از لفت آیکن بار، این قسمت برنامه چی یاد میکنه؟ لفت آیکن بار. از این قسمت هم میتونیم که ما روی وندرز کلیک کنیم، وندر سنتر مستقیم برای ما چی میشه؟ باز میشه. خب یک دانه وندر را قبل از قبل در اینجا امره ما شماست، وقتی که ما شما در منوی لیست در آیتم لیست سل تکس جور میکردیم، در اونجا از پیش ما شما وندر را میخواست که این سل تکس که ما شما از مشتری جمع میکنیم برای کی را پس پرداخت میکنیم یا میدیم. در اونجا ما شما یک وندر اضافه کرده بودیم به نام گورنمنت سل تکس دپارتمنت که وزارت مالی هستن. خب ای از قبل ای وجود داره، میم وندر جدید اضافه میکنم در برنامه کویک بوکس. به خاطر اضافه کردن وندر جدید باز میم روی نیو وندر کلیک میکنم و اینجا نیو وندر انتخاب میکنم. مثل کستومر وری در اینجا برای ما یک صفحه دیگه باز میشه که یک تعداد معلومات از پیش ما شما میخواید. در تب اول که هست اگر شما ببینین ادرس انفورمیشن وندر است، اول برای ما میگه نام وندر تو چیست. ما باز در اینجا در این قسمت یک لیست جور کردیم به نام وندر انفورمیشن. این معلومات که هست برای اضافه کردن گروپ وندر است. اگر ما بخوایم که ملتیپل وندر در برنامه کویک بوکس اضافه کنیم باز در وقت از استفاده میکنیم. حالی میم در اینجا نوشته میکنم نام وندر ما شما که هست فرهاد است، فرهاد صافر، این نام وندر ما است. از این وندر ما شما قبلا هم قرضدار بودیم یا هستیم قبل از قبل، یعنی از سابق سر ما وندر حسابیش مانده یا نمانده. حالی وقتی که اگر از سابق سر تو همی وندر پولش مانده باشه از سال دیگه و تو میخوایی که در سال نو ای ریجه برسانی، اونمو پولی که در سال قبلی سرت مانده بود اونمو اوپنین بلنسی سال فیلی است، یعنی سال جدید است. اگر باشه او را در اینجا درج کن، نوشته کن، اگر نباشه متخالی بود. خب با این وندر تو وقتی که خریداری از این وندر میکنی با چی خریداری میکنی؟ با افغانیست، با اندین روپیس است و یا یو اس دلار است. ما میگم از این نفر ما با دلار خریداری میکنیم، چون فرض مثال این نفر در دبی است یا دیگه جای است، هر جایی که است ما خریداری که میکنیم با دلار خریداری میکنیم. خوب است.
خب حتما ای فرهاد صافی به خود یک کمپانی داره می از کسی که تو چیزی رو میخری بله میگم فرهاد صافی IT Service Provider Company نام هزیست فرض میسان خب باز در اینجا سپیش ما مکمل دیتالی وندر میخوایا فول نیم از چیست مستر فرهاد میره لینشل نداره صافی نوشته کریم جاب تایتل از چیست این نفر چیکار است دی فرهاد صافی IT Service Provider Company میگم سی او است فون نمبر داره بله میگم ای فون نمبر ازیست خب ای مین فون نمبر است ایمیل ادرس داره بله میگم info at fc.com یک ایمیل ادرس نوشته کردم ورک فون نمبرش تا اینجا نوشته میکنین موبایل نمبرش تا اینجا نوشته میکنین فاکس نمبرش تا اینجا نوشته میکنین سی سی یا کاربن کپی ایمیل ادرس تا اینجا نوشته میکنین ویب سایتش تا اینجا و دیگر کدام معلومات نیاز داری مثلا سکایپ ادرس لینکین ادرس تویتر ادرس فیسبوک ادرس اینه دیگه قسمت ما شما میتونیم اضافه کنیم در اینجا ببینید در قسمت پایین برای ما نوشته کده ادرس دیتایلز یک بلت فرام است و یک شیپ تو فرام است وقتی که از این نفر ما جنس خریداری میکنیم اشیا را خریداری میکنیم بل که برای ما میتا این وسایل که برای ما میایا از کجا میایا مثلا به اینجا که هستم ادرس دقیقی کمپانی فرهاد صافی که به نام فرهاد صافی IT Service Provider Company است او را نوشته میکنین شما این فرهاد صافی کمپانی چه کجا است مثلا نوشته کردم فرهاد صافی IT Service Provider Company نامی اونر چیز فرهاد صافی جا نوشته میکنم که دوبای صحیح است سوری دوبای نوشته کردم فرض مثال یک زیب کودش از خود یک کود نوشته کردم 1005 این زیب کودش هست بعد از او خب در اینجا نوشته کردم خب این کود باید دوالا نوشته شود در اینجا بعد از او دسترکش نوشته میکنم بعض یک تعداد معلومات میتونید اضافه کنید یک تعداد معلومات که مثلا جای نداره او را میتونید که باز از طریق ای را ادیت بگوین از او طریق اضافه کنید من نوشته کردم که زیپ کودش 1005 است نوشته کردم که دسترک یزی که است نمبرش که است مثلا 14 و دوبای خب شیپ ایت فرام این خود ادرس دفتر این نمی فرهاد صافی است وقتی که به تو جنس روان میکنه از کدام ادرس روان میکنه از امی یک ادرس دفتر و جنسی که روان میکنه یک ادرس داره اگر یک ادرس داره ایره کپی تو کلیک کو دی طرف کپی میکنه اگر میخوای که خودت اضافه کنی میتونی اضافه کنی میگم نه میره کپی میکنم ایره معلوماتش دقیق است یا دیگه معلومات نوشته میکنم میگم نه صحیح است اوکی کلیک کو اوکی که کلیک کردی معلومات دینجی چی میشه اضافه میشه بعد از میایم در بخش پیمنت سیتینگ وقتی که تو بای از این فرهاد صافی چیز را اشیا را میخری حتما برای او پول میدی اگر پول از طریق اکاونت بانک ترانسفر میکنین در اکاونت زو صحیح است دیگه مجبورن یا ضروری است که تو اکاونت نمبر از اون نفر با خود داشته باشی مثلا من نوشته کردم 20-10-30-10 ای اکاونت نمبر از این نفر است خب تا چقدر پول تو میتونی اشیا را از این فرهاد صافی جنس از فرهاد صافی به قرض خریداری کنی میگم تا برای ما گفته که تا $5,000 میتونی جنس از پیش ما به قرض ببری از این زیاد برای ما جنس به قرض نمیده بعد از اینکه برای ما میگه پیمنت ترمز اگر با این کدام تعهد پولی کرده باشی مثلا گفته باشی که بیادر مثلا ما بر پول تا همیشه در جریان 15 روز پرداخت میکنم از 15 روز زیاد نمیشه در جریان 30 روز پرداخت میکنم از 30 روز زیاد وقت تیر نمیشه سرش و یا ای قسم کدام تعهد کرده باشه این نفر بر گفته باشه که پول باید در 30 روز برای ما بدی اگر در 10 روز پول within 10 days برای ما پرداخت کرده 1% دیسکاونت برد میتونم او را انتخاب میکنم من میگم نه کدام پیمنت ترمز خاص نیست فقط برای ما گفت که در 30 روز باید پول برای ما چه کنی پرداخت کنی سیس اگر تو برزو همی پیمنت به شکل چک میکنی
نام کی در روی چک بیا فرهاد صافی آی تی سرویس پرووایر کمپانی این نام می اگر تغییرات میری تغییرات هم می بینی تکس سیتینگ است وقتی که ما از وندر خود چیزی را می خریم خریداری میکنیم طبعا از پیش ما مالیه دار میده مالیه میگیره است که به نام سل تکس یاد میکنم اگر این مالیه را این مشتری ما را وندر ما در دولت پرداخت میکنه برای زو دولت یک تکس آیدی میده او وندر تکس آیدی را شما باید به اینجا نوشته کنید اگر باشه نوشته کنید اگر باشه نباشه از نیاز نیست نوشته کنید فرق کدام چیزی ضروری نیست دیگه میایم در اکاونت سیتینگز در اکاونت سیتینگز ببینید با ما شما سه دانه سل اوجر است و در اینجا کس مو اکاونت های چارت اف اکاونت برای ما در اینجا نشان میده اگر این نفر مثل یک کمپانی آی اس پی فرض مثال اگر شما متوجه شده باشین ما از بعضی کمپانی ها که از اینترنت میگیریم به خانه به دفتر از آی اس پی ها اینترنت سرویس پرووایدر کمپانی و همیشه از این کمپانی که هست مثلا ما پولی که برای او پرداخت میکنیم پولی اینترنت فیس است در این قسمت این سه خانه یا سه سل که هست شما اکاونتی را انتخاب میکنین که همیشه مثلا به شکل مصارفات شما به این نفر چی میکنین پرداخت میکنین مثلا ای فرهاد صافی که هست یک آی تی کمپانی داره و از او ما همیشه که هستم کمپیوتر چیزها را میگیریم مثلا در اینجا ببینین شما به نام خب یه تلفن اکسپنس هستم و دیگه کمپیوتر اند اینترنت اکسپنسز ای اکاونت انتخاب کردم یعنی به این معنی که از این وندر ما که هست همیشه وقتی که ما پول برش پرداخت میکنیم پولی چی را پرداخت میکنیم اینترنت اکسپنس را پرداخت میکنیم در اینجا اونمو اکاونت را انتخاب میکنین که شما به می وندر ما شما که هست اپلیکیبل است وقتی که اینجا ما اکاونت را که در اینجا انتخاب کردیم اوکی کلیک کردیم وقتی که ما میریم در وندر انتر بیل که میکنیم به می وندر ما وقتی که نام وندر انتخاب کنیم ببخشین مستقیم اینمی اکسپنس اکاونت ما در اونجا چی میشه برای ما سر به خود انتخاب میشه به خاطر از اینکه ما در اینجا ایرا قبل از قبل انتخاب کردیم در اینجا برای ما میگن Tell us which expense account to pre-fill when you enter bill for this vendor کدام expense account رو میخوایی وقتی که تو بر ازمی وندر انتر بیل میکنی سر به خود انتخاب شوه ما میگیم که ما ازمی وندر فقط همیشه انترنت میگیرم و بل ازور بر ازی پرداخت میکنم وقتی که ما انتر بیل میکنم اتوماتیکلی اینمی اکسپنس اکاونت برای ما در اونجا چی شوه؟ ظاهر شوه اگر کدام اکاونت دیگه است اونم میتون انتخاب کنین اگر هیچ نمیخواین کلیر کلیک کنین باز اونجا منوال خودتان در انتر بیل گرفتین اونم اکاونت اکسپنس اکاونت انتخاب میکنین و پیبل میکنین خب من این انتخاب کردم بعد از دیگه که از ایڈیشنل انفورمیشن است اگر این نوی وندر چه قسم است این کنسلتنت است سرویس پرووایدر است بله میگم این سرویس پرووایدر یا سپلایر است یا تکس ایجنسی وندر است میگم نه این سرویس پرووایدر وندر است برای ما خدمات چی میکنه ارائه میکنه کدام فیلد دیگه اگر از پیش به نظر خودت در اینجا جای برش نبود میخوایی ایجا ای را اضافه کنی در دیفاین فیلد بیا مثلا ما میگیم که الٹرنیتیف فون نمبر یک فیلد اضافه میکنم و ای را در کجا میخوای اضافه کنم در بخش وندر چون ما در وندر کار میکنم اوکی کلیک کو اوکی او نمو فیلد اینجا چی شد برای ما شما اضافه شد اگر نمیخوای پس در ریفاین فیلد بیا اینمی از می وند کلیک کرده ای را غیر فعال کو اوکی کلیک کو پس چی میشه غیر فعال میشه بعد از او فقط ما شما چی میکنیم روی او بتن اوکی کلیک میکنیم وقتی که اوکی کلیک کردیم یک دانه وندری که معلومات شما درج کردیم در اینجا امره ما شما چی میشه؟ اضافه میشه در این قسمت که هسته مکمل معلومات Basic Information Vendor میه در این قسمت که هسته ترانزکشن هایی که با این وندر صورت گرفته ای در اینجا میه کانتاکت دیگه کانتاکت دیتایل ازی که هسته مثلا در اینجا ماوین ازی کیستا دیپتی سی او فو مثلا سی او کیستا و مشکل سلز منیجر ازی کیستا مارکتینگ منیجرش کیستا نامایش نوشته میکنیم و کانتکت انفورمیشنش نوشته میکنیم به مشکل تو دو نوٹس هستا تو دو سا بعد از نوٹس هستا سند ایمیل و آیتم
ده قسمت که هسته که شما میبینین ده اینجا که هست نامه وندر میه، ده اینجا مو واحد پولیشه که ما انتخاب کرده باشیم میه و ده اینجا مو بلنس ها میه. اگر ده اینجا ای بلنس به شکل مثبت باشه یعنی 1000 نوشته شده باشه به این معنی که 1000 دلار یا افغانی را ما از این نفر قرضدار هستیم و را باید ما پرداخت کنیم. این سری ما شما اکاونت پیبل است. اگر منفی باشه به این معنی که ما قبل از قبل پیشکی به میوندر خود پرداخت کردیم، پس یا در مقابل از اون ما جنس ازی میگیریم و یا او پول پس برای ما ایوندر ما چی میکنه؟ پرداخت میکنه. این بود دوستا طریقی اضافه کردن سینگل وندر در برنامه کویک بوکس.